نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 14 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم و مصداق معنای قنا فرمودند: برخی از روایات ذیل آیاتی که گفته شده مربوط قناست، مورد استناد برخی از فقها برای تحریم مطلق قنا قرار گرفته است، اما مرحوم شیخ انصاری دلالت این آیات بر تحریم کلی قنا را معتبر ندانسته و عناوینی چون لهو الحدیث و قول زور را موضوع حرمت قنا ذکر کرده است که این عناوین ناظر بر محتوای قنا و کلام آن است. لذا طبق نظر مرحوم شیخ انصاری قنا به طور کلی موضوع این آیات و روایات نیست، بلکه آنچه که شامل لهو الحدیث و قول زور شود قنا تلقی می شود. معظم الله در ادامه فرمودند: نظر برخی از فقها و برداشت من هم این است که اطلاق در روایات قنا را به آن چیزی که مرحوم شیخ انصاری در تفسیر قنا ذکر نموده تأیید نکرده است. لذا اگر اهل فسوق و فجور چیزی را قنا دانستند، علی رغم آن که با تفسیر مرحوم شیخ انصاری سازگاری نداشته، مفهوم قنا را خواهد داشت. ایشان همچنین تأکید فرمودند: همان گونه کسانی که اهل خمر نیستند نمیدانند که خمر چیست و به چه چیزهایی خمر گفته می شود و لازم است از اهل خبره در رابطه با آن سوال شود. به همین صورت در مورد قنا نیز لازم است به اهل خبره مراجعه شود و اگر اهل خبره و اهل فسق و فجور چیزی را قنا دانستند، آن چیز حرام است، چرا که در دلیل حرمت قنا نص کلمه قنا و مردی که قنا می خواند و زنی که قنا می خواند و امثال آن وارث شده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اصالة البراءة بعد الفحص، بعد الفحص. لا لا، هذا الشيخ الأنصاري نقل رضوان الله عليه في الرسائل الإجماع عليه، وهو خالفه في الفقه في عشرات الموارد، مو أحد الموارد، عشرات الموارد. شوفوا شو كتب الشيخ الأنصاري في الموضوعات، في موارد كثيرة هو خالف هذا. يعني في الموضوعات يجب الفحص، إذا الفحص ما وصل إلى نتيجة آنذاك يجري البراءة، إلا في الموردين، إلا في مسألتين، مسألة الطهارة والنجاسة هذا ما يريد فحص، تجري البراءة، تجري أصول الترخيصية. وفي باب النكاح يريد يتزوج مرة ما لازم يبحث عنها أنها ذات زوج بالعدة أو لا. لا لا لا، مو تفصيل، دليل أكو في هالموردين. والفقهاء حتى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الأمثلة اللي يجيب بأنه في الموضوعات فحص ما يريد يجيب منها الأمثلة، هذا قول مسلم. أما غير هالأمثلة لا في الموضوع.